که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. این مال خوبه. خب تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. از یک طرف اگه زورش میرسید که میگفت به عهده آخونداست، مثل قبایل و عشایری که سر عشیرها و سر قبیله های آخوندی میباید اون رو تعیین میکنند، مثل قرون پیش، قرون وسطا. اما چون جرأت نداشته که اینو بگه، مجبور شده که ولی فقیه رو آخوندهای خبره باید انتخاب بکنند، ولی خود این خبرگان منتخب مردم که اصطلاح چپراستی رو رعایت کرده که بله ما هوای مردم رو هم داریم. ادامه میدم. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 بررسی و مشورت میکنند. پس این خبرگان آخوندهای خبره جمع میشوند، بررسی و مشورت میکنند در مورد فقها، نمیگه مراجع، چون نمیخواد مرجع غیر از سنخ خودش رو به رسمیت بشناسه. هرگاه یکی از آنان رو، هرگاه یکی از این موجوداتی رو که رژیم بهش میگه فقیه، اعلم به احکام و موضوعات فقهی، اعلم به احکام و موضوعات فقهی، باز نمیگه مرجع، یا مسائل سیاسی، پس هم فقهی هم سیاسی و اجتماعی، یا دارای مقبولیت عامه مقبولیت عامه، شاخصش چیه معلوم نیست، مثلا خوب عوام فریبه، اسم و رسم داره، یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند. یه برجستگی خاص، یعنی انقدر پتوپن، انقدر گرد، اینقدر کشدار تا رژیم به مشکلی برخورد نکنه، بالاخره بتونه از این سوراخ نشود، از اینی که دیگه، از اینی که نشود، از اینی که دیگه، کار و خط خودش رو پیش ببره. در غیر این صورت یکی از آنان را، حالا در غیر این صورت یعنی این که اگر، حالا اگر علم نبود، اگر سواد سیاسی و اجتماعی هم نداشت، اگه مقبولیت عامه هم نداشت، اگه برجستگی خاص هم نداشت، خب اشکال نداره، در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. شرایط و خصوصیاتی رو که عطف میکنه به اصل 109 اجازه بدین اینم بخونم. شرایط و صفات رهبر، عمدن اینجا نمیگه ولی فقیه، چون ولی فقیه بالاخره شونش در اذهان میسابد به شانه مرجع دیگه. خب صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، صلاحیت فتوا دادن داشته باشه. خب میگم خامنه‌ای هم داره دیگه. دو، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. از کجا میشه فهمید که اینشون عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام رو داره؟